وقت شما بخیر و این مجموعه خبری خوش آمدید. من بیژن آریان هستم. برخی عالمان دینی در پکتیا حمله روز گذشته بر مجلس گرامی داشت از میلاد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در کابل را به شدت محکوم می کنند. آنان می افزایند این حمله از سوی هر گروهی که شده باشد در تضاد با اساسات دین اسلام و انسانیت قرار دارد. به باور آنان این حملات تلاش برای سبوتاژ روند صلح است، اما عالمان تلاش هایشان را برای آوردن صلح در کشور افزایش می دهند. حمله شام گذشته بر مجلس گرامی داشت از میلاد حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در شهر کابل واکنش های تند عالمان دینی را برانگیخته است. عالمان دینی در پکتیا این حمله را محکوم کرده می افزایند که این کار از سوی دشمنان دین اسلام صورت گرفته است. به گفته آنان آواز عالمان دینی برای تامین صلح در کشور خاموش نخواهد شد. دیوالی خمی زداد در دوار دو دیر وحشت نکده منگی پو دادی پی حبان دیر همزده و متعصیب شیم و متعصیبانا دا کار چه دا هر دشمن کردی هر چاچ کلیوی د یو خصمانه او بزدلانه عمل دی مونږ په کلکو ټکو باندې خندو. زه دومره ویلی شم چې د افغانستان دولت باندې وحدت ملي دولت باندې مونږ دا حق دی. تاسو باید خپلو کړنو کې حساس و خیار د امنیتي برخه کې اوسیږئ. دا غیر انساني او غیر اخلاقي او دغه شان د اسلامیت نه بهر چوکاټ کې شوی دی. ولی دا هغه چا ورځ وه چې دنیا ته رڼایي راوړی د امام الانبیا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت او صورت په داسې جلسو کې بیا په داسې وخت باندې کیږي چې هلته د قرآن کریم تلاوت کیږي او د تلاوت پر مهال باندې دا برید کیږي چې په هغه کې بېشماره هیوادوال او علما هغه شهیدان کیږي او ټپیان کیږي. مسئولان شورای صلح در این ولایت نیز با محکوم کردن این رویداد می افزایند که چنین حملات برای سبوتاژ روند صلح است، اما آنان تلاش هایشان را افزایش می دهند تا گفتگوهای صلح به نتیجه برسد و مخالفان بر میز گفتگو حاضر شوند. طول پا دی نظر دی چی باید پا افغانستان که صلح راشی در دول بریدونه کسان پا خواه شوی دی اووز با هم کیی مگر افغانان صلح تا ضرورت لری دا صلح دا کومه پروسه چې روانه ده دا به هیڅکله ټکانی نه شي. دغه د سولې خبرې چې روانې دي دلته د دې دپاره بعض دشمنانو چې سوله معطله کړي د سولې خبرې ودروي افغانان متحد نه کړي د یو کرهڼن عمل یې ترسره کړی دی د سولې په بابت کې. دا یو بد تاثیر کوي په سوله باندې، خو زه هغه خلک چې واقعا د سولې دپاره هلې ځلې کوي که ها داخل کې دی او که خارج کې دی غږ مې ورباندې دا دی چې موږ به د سولې اواز نور هم پیاوړی کېږي، زموږ د سولې لپاره به حرکتونه نور هم پیاوړی کېږي. دا رقم بریدونه په موږ باندې په سولې باندې په امنیت باندې او په اسلام باندې هېڅ تاثیر نه شي کولی. د سولې کومې هڅې چې روانې دي او سوله چې یو الهي امر دی، نو انشاءالله العزیز دا خو یو برید دی که ډېر بریدونه هم وشي هغه د افغانستان په وګړو باندې، په هیوادوالو، په مسلمانانو باندې، په علماو باندې، نو انشاءالله دا کم تاثیر په سوله باندې نشي راوستلی. ولې زموږ مورال نشي کمزوری کولی؟ زموږ علما د دې دپاره هڅه کوي چې په هیواد کې امن راشي، سوله راشي، او هغه خلک چې هغه شوم اهداف لري د افغانستان ملت په وړاندې او د افغانستان د خاورې په وړاندې باندې، نو انشالله هغویست کل داغ احداف تا نشی رسیده. در حمله شام روز سه‌شنبه در نشست گرامی داشت از میلاد پیامبر اسلام بیش از 50 تن جان باخته و بیش از 80 تن دیگر زخمی شده اند. عالمان دینی در قندهار با غیر انسانی خواندن این حمله تاکید دارند که چون این حملات از سوی استخبارات منطقه صورت گرفته است. عالمان دینی در ولایت قندهار در واکنش به حمله تروریستی شام روز سه‌شنبه در هتل اورانوس کابل آن را غیر اسلامی و غیر انسانی خوانده می افزایند که چنین حملات به منظور نفاق میان مذاهب کشور از سوی استخبارات بیرونی صورت می گیرد. در دقیق ورز دل منظول و دفاره
دا خلکو نه غوښتله چې په افغانستان کې اسلام راسي او دا هغه کسان کوي چې هغه د اسلام دشمنان دي، د دین دشمنان دي، د دغه افغانستان د خلکو دشمنان دي او د افغانستان د خاور دشمنان دي. داسې خوارج شته چې زموږ تاسې دین د بینه وړي، دین به څنګه د بینه وړی کېږي؟ قرآن نه ختمیږي. دا قرآن د څه وي؟ دا د وړی د کندهار د بټول کې، د کتاب روشان د بټول کې، په کورو کې شته. دا چې هغه څوک د بینه وړي چې د ده په لاس کې احکام الهي دي، شریعت دي، لکه علم. دا د الله جل جلاله د جن دشمنان دي، دا الله جل جلاله د انبیاو دشمنان دي، دا قاتلین دي، دا اس په اسلام کې و دې خلکو ته کوم یو چیز زایم نسته. با باور آنان این حملات از سوی حلقات تروریستی به منظور خوشحال ساختن بادارانشان صورت می گیرد. با این حال باشندگان قندهار حمله بر مراسم گرامی داشت از میلاد نبی صلی الله علیه و آله و سلم را به شرمانه می خوانند. اسلام د مذهب لپاره، زمور د ټول مسلمانان لپاره یو ډیر زړه بجنون کې عمل تر سره سوی دی. ارچا چې کړی دی به تعالی دې خراب کړي، ځکه علما د دل ستنی دي او داغه علما چې موږ اسلام ته مخته ګرځي او زموږ سترګې ودی ته ځي. مستس پیژو چې علما چې دي د انبیار اسلام وارثان دي، نو هغه څوک چې دغه سی عمل تر سره کوي او په داسې مبارک ورځ میلاد النبی کې، نو دا ټول د بشریت او حتی د اسلام ضد کړنه ده. یا دا کړنه هغه څوک تر سره کوي چې د اسلام سره چه شوي تضاد ولري. باشندگان کشور از نهادهای امنیتی نیز انتقاد دارند که در تامین امنیت شهروندان توجه جدی نمی کنند. عالمان دینی و باشندگان تخار نیز حمله مرگبار روز گذشته در کابل را غیر اسلامی خوانده و آن را به شدت محکوم می کنند. ده ها تن عالمان دین و باشندگان تخار در مراسم با برگزاری ختم قرآن و اعتکاف دعا بر روی شهدا حمله مرگبار تروریستی روز سه‌شنبه در کابل را محکوم کردند. عالمان دینی این عمل را وحشیانه و دور از اسلام و ضد بشریت دانسته، عاملان رویداد را دشمن حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خوانده و حکومت را در تامین امنیت شهروندان به کوتاهی متهم کردند. ما این عمل را رد میکنیم، محکوم میکنیم. باید که چنین عملی که به قشر علما، اون هم در محفل عبادت، محکوم میکنیم و ای عمل را عملی است که مسلمان ها و هیچ قاموس دین و اسلام تایید نمی کند. دشمنان کردل افغانستان، دشمنان قسم خورده افغانستان نخواستند که مردم از شمائل و خصوصیت های رسول الله صلی الله علیه و سلم با خبر شوند و ناجوان مردانه حملات مرگبار را در داخل محفل سیرت نبی صلی الله علیه و سلم انجام دادند که این واقعا خیلی اسفبار است و بسیار تکان دهنده است و اونها در حقیقت چهره مرموز و پنهان خودشان را بر ملت نشان دادند که اونها تنها دشمن انسانیت و تنها دشمن تمدن و رفاه و ترقی نیستند، بلکه دشمن دین و دشمن پیامبر صلی الله علیه و سلم هستند. باشندگان تخار نیز با محکوم کردن این حمله از کشورهای دخیل میخواهند تا در روند صادقانه گام بردارند. تعدادی از زیاد بزرگان دین و علمای اسلامی را، حقانی را و مردم ملکی را اینا شهید کردند. به خودش نشان میده که اونا دشمن اسلام هستند، دشمن بشریت هستند، دشمن مردم افغانستان است. ما از حکومت میخواهیم که با پروسه صلح شدت ببخشه و کشورهایی که در این مسئله دخیل هستند، به خصوص آمریکا و روسیه مثلا، اینا پروسه صلح افغانستان رقابت سیاسی خود نسازند، صادقانه برای صلح افغانستان کار بکنند. حمله بر یک مراسم دینی در کابل پی پیشینه بوده که در آن شماره از عالمان دینی جان باخته اند. عالمان دینی بغلان می گویند که دشمنان افغانستان با انجام مرگبارترین حملات تروریستی تلاش دارند تا پروسه صلح ناکام و آتش اختلاف ها در کشور شعله ور گردد. آنان انفجار در محفل گرامیداشت از میلاد نبی صلی الله علیه و آله و سلم در کابل را حمله بر مقدسات اسلام و ارزش‌های مسلمانان می‌دانند. عالمان دینی بغلان رویداد انتحاری در محفل گرامیداشت از میلاد نبی را در کابل نکوهش کردند و تأکید دارند که دشمنان افغانستان در تلاش برهم زدن صلح و شعله‌ور شدن آتش اختلافات در کشورند.
آنان میگویند دشمنان اسلام از هر نوع جنایت برای رسیدن به هدف استفاده می کنند و این فرض حکومت است که کشور را از وضعیت کنونی نجات دهد. اگر چنین کاری نشود، امنیتی صورت نگیرد، نه فرزن انجام دادن نماز جماعت می شد، نه انجام دادن نماز عید می شد، نه انجام دادن نماز جمعه می شد، نه خواندن فرزن جنازه های می شد، مجلس های اجتماعی که فرزن از جمله شاعر دین مقدس اسلام کل از بین میرود. به صلح تاثیر منفی پیدا کنه و خدا در این موضوع حکمه که دخالت داشته باشن وید نیست. تکتیک دشمن حتما است که انها فاصله میتن علما را با ملت خود با کشور خود. با این حال ریاست ارشاد حج و اوقاف بغلان نیز حمله بر میلاد پیامبر اسلام را جنایت میداند که در نوع خود همه ادیان و مذاهب دنیا را تکان داده است. شاید از ولایات مختلف کشور صدای علما را بشنوین. ما قبلا هم خدمتتون عرض کردم که نه تنها علما، من میگم که این دعا شاید امشب صدا بکنن، فریاد بزنن که در این عمل در کدام دین است. آقای حمیدی تاکید بر چیدن مهره های در داخل و بیرون از نظام را دارد که همواره به خواست بیگانه ها در تلاش نابودی حکومت و مردم افغانستانند. می مربوط میشه به حکومت و به نظام که جلوی ایتو قضایا را باید گرفته شوه. از داخل صفوف نظام باید دانه های از اینا را لانه هایشان چنده شوه، به اینا به پیشانی باز صحبت نشوه. عالمان دینی بغلان میگویند که حمله بر محفل میلاد نبی در کابل مرگبارترین رویدادی است که در آن شمار زیادی از عالمان دینی، حافظان قرآن و باشندگان کشور کشته و یا زخمی شده اند. عالمان دینی در ولایت ننگرهار حمله بر مراسم دینی بزرگداشت از میلاد پیامبر اسلام را در کابل کار غلامان کشورهای همسایه می دانند. به گفته ای آنان حکومت باید این قضیه را به گونه جدی بررسی کند. بزرگان قومی، عالمان دینی و نمایندگان مردم در اینجا در مرکز رسانه‌های ولایت ننگرهار گرده هم آمده و حمله روز سه‌شنبه بر هتل اورانوس را نکوهش می‌کنند. دلتا جهید علمای کرام په شهادت ورسیده، دلتا هم وګړي په شهادت ورسیده، نو دغه موږ بیا هم ویم، تکرار نه ویم چې موږ د ننګرهار خلق دغه په کلکو ټکو سره غندو. قاتلین به چې زر تر زره ونیسي اولنی محکمه کا. د ننګرهار ولسونه په دې معنی ډېر زیات خپه دي او ډېر زیات په دې معنی دغه دي چې په علماو معنی برید شوی دی. دا برید داسې نه په علماو، بلکې په اسلام معنی برید دی. اشتراک کنندگان میگویند که عاملان با انجام چنین جنایت نشان دادند که مسلمان نه بل غلام کشورهای بیرونی اند. لکه څنګه چې موږ څه اوازې اورو که در اثر جمهوري انتخابات وروسته هم شي پروانه لري، خو په افغانستان کې مهمه خبره صلح ده، ځکه چې که چېرته صلح وشوله نو ټول مسئله به الله جوړ کړي. او که صلح ونه شي، تاسو پخپله اورېدلي تاسو مطبوعاتو ورونو چې جمهور رئیس په یو وینا کې وویل چې 20,000 کسان زموږ عسکر شهیدان شوي. نو دومره تلفات چې موږ ورکوو او انتخابات موږ ته به درد باندې نه خوړل کېږي. زما په نظر باندې مداخله ده د نورو هیوادونو، البته دغه مداخلې که د نړیوالو نورمونو او یا بین الملل نورمونو د خلاف کاري، د دې مخنیوی باید نړیوال وکړي. آنان همچنان از حکومت میخواهند تا برای تامین صلح گام های صادقانه بردارند. لکه څنګه چې موږ څه اوازې اورو که در اثر جمهوري انتخابات وروسته هم شي پروانه لري، خو په افغانستان کې مهمه خبره صلح ده، ځکه چې که چېرته صلح وشوله نو ټول مسئله به الله جوړ کړي. او که صلح ونه شي، تاسو پخپله اورېدلي تاسو مطبوعاتو ورونو چې جمهور رئیس په یو وینا کې وویل چې 20,000 کسان زموږ عسکر شهیدان شوي. دومره تلفات چې موږ ورکوو او انتخابات موږ ته به درد باندې نه خوړل کېږي. زما په نظر باندې روز چهارشنبه اجماع زنان در قصر شاهی ننګرهار نیز برگزار شده بود. بانوان از طرف های درگیر میخواهند تا از جنگ دست بردارند. منګا نن 15 ولایت چې ننګرهار دی الته راغلی و چې واورو ننګرهاری میرمنې د سولې اړوند څه نظر لري، څه اندېښنې لري، او د دوی د نظره د سولې لپاره باید څه وشي. منګا صلح غواړو، منګ د صلح تیګستو، منګ بل هیڅ هم نه غواړو. که صلح وي هر څه شته دی، که صلح نه وي نو هیڅ هم نشته، ځکه چې په دې درې لسیزو کې منګ زیات خپل ورونه پلرونه زیات شرم د لاسه ورکړل. در امینجا صنایع دستی زنان نیز برگزار شده بود. یک جوان 8 ساله در جوزجان توسط افراد ناشناس ربوده شده است.
مسئولان میگویند که بررسی ها در این مورد آغاز شده. از سوی هم گزارش ها از این ولایت ها کی است که یک مرد 50 ساله در ولسوالی منگجک خودش را حلق‌آویز نموده است. جوان 18 ساله سه‌شنبه شب در مرکز ولسوالی آغچه توسط افراد مسلح ناشناس ربوده شد. عبدالرحمن محمودی معاون والی جوزجان میگوید این جوان عزیز الله نام دارد و باشنده مرکز ولسوالی آغچه است که هنگام رفتن به منزل با موتر شخصیش توسط افراد ناشناس ربوده شده. به گفته آقای محمودی موتر عزیز الله از منطقه کلاباف آغچه دریافت شده، اما تا کنون از سرنوشت وی اطلاعات در دست نیست. پلیس بعد از کسب اطلاع داخل اقدام میشه و بعد از جستجو اولی ساعت 11:30 شب در مسیر جاده آغچه نبت کلابو موتر از رو پیدا میکنه. از خودش جانوز تنوز اطلاع دقیق نیست. در رویداد دیگر یک مرد 50 ساله باشنده روستای مهاجر ولسوالی منگجک خود را حلق‌آویز کرده. آقای محمودی میگوید این منطقه زیر حاکمیت طالبان است و با این حال تحقیقات پلیس آغاز شده. از قلی ولد بیرم به سن 50 ساله بوده در قریه مهاجر باشنده قریه مهاجر ولسوالی منگجک میباشد. خود را در منظره شلقاویز کرده چون ساعت حتی ساعت طالبانیست، امنیت نیست، را خور بزارش مجزب بیشتر در دست ما نرسیدن. مسئولان در ولایت جوزجان میگویند تا یک دقیق که در منگجک صورت گرفته 85% باشندگان این ولسوالی زیر خط فقرند و علت بیشتر جنایت ها هم فقر اقتصادی و بیکاری عنوان میشود. دانشجویان بلخی کمپاین جمع‌آوری لباس‌های زمستانی برای خانواده‌های نیازمند را برای یک روز در شهر مزار راه اندازی کردند. برگزار کنندگان می‌گویند که 10 خیمه مهربانی را در نواحی مختلف شهر مزار برپا کردند و از مردم و بازرگانان می‌خواهند در فصل سرما به خانواده‌های فقیر کمک کنند. کمپاین یک روزه جمع آوری لباس های زمستانی برای خانواده های نیازمند از سوی دانشجویان در شهر مزار راه اندازی شده. نزدیک به 40 دانشجوی بلخی 10 خیمه مهربانی را جهت جمع آوری لباس برای نیازمندان در نواحی مختلف شهر مزار برپا کرده اند. برگزار کنندگان هدف از این کمپاین را کمک به نیازمندان و نهادی نشدن این فرهنگ عنوان می کنند. ما دومین ولایتی هستیم که در سطح افغانستان کمپاین جمع‌آوری لباس داریم. اولین ولایت کابل بودن که اونها نتیجه بسیار خوبی گرفتن. مردم خواهشمند هستیم کسی که میتونن بیاین به اینجا شرکت بکنن و کمک هایشان را لباس هایی را که مورد نیاز خودشان نیست را در اینجا بیاین و قرار کمک بکنن و بعد از ختم این برنامه محصلینی که در این روند شرکت کردن اینا این کمک ها را به خانواده فقرا تقسیم میکنن. باشندگان بلخ نیز از مردم و خصوص سرمایه‌داران میخواهند در فصل سرما به خانواده های نیازمند کمک نمایند. چه استاده ای دست افتاده گیر، باید این کسایی که استاده هستند سرمایه‌دار هستند از این پولشان امروز برای اعمال خیر بنای کمک به آسیب زدگان بیجا شدگان اینا رسیدگی بکنن، از حالات از خبرداری بکنن. ایستگاه مهربانی یک کار نیک، کار خوب است، خیلی خوبه با کسایی که بی بزاهای مسکین فقیره در جامعه ما از این طریق میتونن مشکلات های لباس بعضی مشکلات های دیگه خود برآورده کنن. در جریان سالهای اخیر فرهنگ جمع آوری کمک از سوی جوانان برای نیازمندان در ولایات مختلف کشور رایج شده و اهدای این کمک ها توانسته بخشی از مشکلات بیجا شدگان و نیازمندان را رفع نماید. بازرگانان در بلخ در واکنش به تصمیم اخیر وزارت مالیه در قسمت بلند بردن تعرفه گمرکی نشست اعتراضی را در شهر مزار برگزار کردند. رئیس اتاق تجارت و صنایع بلخ این تصمیم را عجولانه دانسته میگوید که اقدام به بلند بردن تعرفه گمرکی به نفع دولت، بازرگانان و مردم نخواهد بود.
وزارت مالی افغانستان در جریان روزهای اخیر به هدف پشتیبانی از تولیدات داخلی نرخ تعرفه گمرکی را بلند برده است. رئیس اتاق تجارت و صنایع بلخ میگوید وزارت مالیه بدون مشوره با بازرگانان و اتاق تجارت این تصمیم را گرفته که برای این قشر قابل قبول نیست و گفته وی محصول گمرکی مواد اولیه، مواد ساختمانی و حبوبات به صورت بی پیشینه افزایش یافته است. در بندر حیرتان یا اگه اتصاب کردیم ما با جمع تصمیم گرفتن که دیگه سر از امروز هیچ نوع محصول نمیکریم تا که وزارت مالیه و معین گمرکات هر تصمیم گرفتن به خاطر که در فیصله که در اینجا گرفتن من انشاءالله خدمت شما نشان میتم که اینجا نماینده تاجرها موافقه نکرده. شماری از بازرگانان میگویند بلند رفتن تعرفه گمرکی ضربه بزرگ به بازرگانان، حکومت و مردم فقیر وارد خواهد کرد. حرکت ریاست محترم گمرکات جفا هست بر حق پیکر زخمی تجارت افغانستان. ما امروز صدها مشکل در تجارت داریم و نیازمندی مردم ما هم هست که باید سکتور خصوصی سر پای خود استاد شود تا بتانه به این مردم بیکار ما کار پیدا بکنه. که اولین قربانی اقدام بخشی تولیدی ماست که یکی چندین فابریکایی که بسیار سرمایه‌گذاری بزرگ شده تفاوت شمال که تولید پروفیل و بعضی آنالا دارن مواد خام از نا محصولش از 5% به 15% ارتقا یافته، در حالی که در تمام دنیا معمول است که مواد خام فابریکا بسیار پایین می باشد. مسئولان اتاق تجارت بلخ و بازرگانان می گویند تا زمانی که حکومت از این تصمیم صرف نظر نکند و نرخ محصولاتی که بدیل آن در کشور وجود ندارد پایین نشود به اعتراض ادامه خواهند داد. تا درود دیگر، بدرود.